جلسه رو با سخنان یکی از پیشکسوتان کار روزنامه‌نگاری و اهالی قلم آغاز میکنیم که روی خط هم هستند در شمال کالیفرنیا، آقای دکتر صدرالدین الهی، نویسنده، روزنامه‌نگار و صاحب نظر مشهور ایرانی که از سال آخر دبیرستان، یعنی از سال 1331 دکتر صدرالدین الهی روزنامه‌نگار شدن، قلم به دست گرفتن و کار خودشون رو با قلم زدن در روزنامه کیهان آغاز کردن. دکتر الهی از سنین نوجوانی به فرانسه رفتن، تحصیلات خودشون رو در فرانسه به پایان رسوندن و دیپلم‌های تخصصی دریافت کردن. تنها روزنامه‌نگار ایرانی هستن که در رشته ورزش، روزنامه‌نگاری ورزش دکترا دارن و سپس در سال 1357، یعنی یک سال قبل از انقلاب، برای مطالعات دانشگاهی به شمال کالیفرنیا رفتند و در دانشگاه ایالتی سن خوزه و برکلی تحصیلات خودشون رو ادامه دادند و بعد به مناسبت وقوع انقلاب اسلامی دیگر به ایران برنگشتند. دکتر الهی از بنیانگذاران کیهان ورزشی هستند که نخستین شماره‌مون در سال 1334 منتشر شده و همچنین استاد دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و یکی از بانیان ژانر پاورقی نویسی در ایران هستند که بخش مهمی از ادبیات معاصر ایران رو تشکیل میده و همینطور مصاحبه ها و گفتگوهای مختلفی که انجام دادن همیشه شهره خاص عام هست با افراد بسیار شاخص و برجسته ادبیات و فرهنگ ایران. دو کتاب هم نوشتن، سه کتاب در واقع، با سعدی در بازارچه زندگی، کتاب دوری ها و دلگیری ها که شرکت کتاب منتشر کرده و همینطور آخرین کتابشون سید ضیا که اون هم از طرف شرکت کتاب چاپ شده. آقای دکتر الهی روی خط تلفن هست از شمال کالیفرنیا، به دلیل وضعیت سلامتیشون نتونستن به ما بپیوندن حضورن، ولی خب ایشون رو پای تلفن داریم و ازشون خواهش میکنیم که سخنانشون رو با جمع حاضر در اینجا در میان بگذارن. آقای دکتر الهی بفرمایید، ما صدای شما رو میشنویم. بدیمی فراموش، اگه ممکنه بهشون بفرمایید که از اول این تیغ نز بحر ستم کارون کردند، انگور نز بحر نبیز است چرخوش. عیسی به رهی دید یکی کشته افتاده، ایران شد و بگرفت به زندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود اون که ترا کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، و کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. با سپاس بسیار از گردارنده مجلس روزنامه‌نگار دوست داشتنی خانم ما سرشار، با تحسین فراوان و ابراز اخلاص به دوست دیرینه آقای دکتر حسین لاجوردی، در طول سالهای آشنایی من همواره ستایشگر نواندیشی و نوآوری های او و گروهش بودم، ترجیح دادم که گفتار کوتاهم را با شعری که شنیدی و ده قرن پیش بر زبان حکیمی همیشه مقترض و همیشه تنها جاری شده است آغاز. بله، حکیم ابومعین ناصر خسرو کبادیانی، متفکر همیشه مقترض، همواره در جستجوی راه نو، ده پیش یعنی هزار سال پیش از روزگار ما، در میان بسیاری از سخنان دیدش با این شعر داغ در بر قتل خط برافراشته، در حقیقت گفته است که دست داشتن مجبز آدم چی نیست. بسیار خرسندم که در این کنفرانس به موضوع اعدام توجه خاص شده است و طبعا راهکارهایی را برای مبارزه با این کار زشت و غیر انسانی در نظر خواهند گرفت. لغو مجازات اعدام که امروزه یکی از نشانه‌های تمدن و تعقل انسانی است، همونطور که شنیدید موضوع اندیشه حکیم قبادیانی بود است. او که خود زدگزینی را انتخاب کرد و به آواره یمکان شهرت یافت، شاید نخستین سراینده شعر به اعدام در وطن ما و بلکه در جهان بود است. اعدام که اینک در بسیاری از نقاط جهان با موضوع مباحثات حقوقی و اخلاقی است، این فکر را پیش می آورد آیا انسان حق دارد که انسان دیگر را، هر چند تشن و بددار غیر انسان باشد، دست مرگ بسپرد و نام این کار را
عدالت بگذارد. من مثل حکیم قبادیانی فکر میکنم که اعدام با آسایش فوری کسی کمک میکند که مرتکب جرم خطایی شده و به جای آن که زنده بماند و پا در داوری با تحمل یک زندگی دیگر که دیگر دیگه نمیتواندش بپردازش. شرط اساسی لغو مجازات اعدام تربیت مردم هر سرزمینی است با این فکر که ما حق نداریم انسانی را از حق حیات محروم کنیم ولو آنکه او انسانی را به دست خود کشته باشد. حالا بیاییم به روزگار خود بیندیشیم. این مجازات اعدام رواج تمام پیدا کرده و دستافزار حکومتگران تیغ به دستانی است که جز مخالفت با اندیشه خود مخالفان از جز از دامن برداشتن مخالفان و اندیشه خود راهی برای مذاکره و مباحثه در کار انداختن تیغ تیز میدانند و یا تصور میکنند که تنها از راه خاموش کردن صدای یک مخالف بلندتر شدن آوای ستم خود که نام آن را عدالت آدهند کمک میکنند. ما روزنامه نگاران هزاران هزار بار با خبری مواجه شده ایم که در آن گفته شده است دولت فلان امروز 300 تن از مخالفان خود را اعدام کرد. بارها عکس نفرت انگیز انسانی را دیدیم در پای شوبه داری ساده است تا وحشت مجازات که همانا مخالفت با شیوه یک حکومت است برسد. در این حال بیاد داشته باشیم برای لغو این مجازات یک دگراندیشی اساسی جدی و جهانی درباره احکام اعدام در ادیان مختلف و طرز تفکرهای سیاسی شبیه ادیان اصولگرا ضروری و جالب است. مرگ هر انسان پایان مسیر زندگانی طبیعی اوست. اعدام در حقیقت این راه را کوتاه برای بیان که بیاندیشید که این گونه مرگ پایان زندگی نیست بلکه گاه آغاز جاودانی مرد یا مردانی است که دلاورانه و سربلند در پای چوبه دار یا بر سینه دیوار ایستادند و در برابر ستم سر نکردند. اجازه بدهید پیشنهاد کنم سه اول شعر را برای خواندن صورت آر این تماری درآورید و همه با صدای بلند بگویید و بخوانید و بنویسید که این تیغ دستایی در تبایی بچکرم. با سپاس از آقای دکتر صدرالدین الهی، پیامی داریم، دو پیام داریم برای این پنل. یکی از طرف آقای دکتر سیروس آموزگار که ایشون هم روزنامه نگار، نویسنده و تحلیلگر هستند، و آقای دکتر علیرضا میبودی که هر دو پیام‌های خودشون رو علیرضا نوری‌زاده معذرت می‌خوام، علیرضا میبودی هم قرار هستش که برسه و در این پنل باشه، در پیام خودشون رو توسط سکایپ به ما رسوندن و اول سخنان آقای دکتر سیروس آموزگار رو میشنویم که دارای دکترای اقتصاد و حقوق از انگلستان هستند و پیش از انقلاب 1357 استاد دانشگاه‌های ایران بودند. دکتر آموزگار در کار نگارش مقالات فراوان سیاسی و اقتصادی در روزنامه‌ها و نشریات متعدد در زمینه ادبیات نیز نویسنده پرکاری است و 26 داستان بلند، 2 اپرا، 6 نمایشنامه و نزدیک به 100 داستان کوتاه و بیش از 1000 نمایشنامه رادیویی نوشته است. سیروس آموزگار از روز 17 دی 1357 تا 22 بهمن 1357 وزیر اطلاعات و جهانگردی در کابینه دکتر شاپور بختیار بوده است. به پیام او به این پنل گوش میدیم. شاید که در یک کشور دموکراتیک به طور طبیعی رسانه های گروهی، روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و نظایر این به خصوص در بخش خصوصی صدای وجدان بیدار مردمه. حالا اهم از این که همشون
یک نوع فکر کنن یا متفاوت فکر کنن با نظرهای مختلف فرقی نمی کنه. در هر حال نماینده و صدای یک گروهی از جامعه هستن که اون حرف رو می زنن. در کشورهای غیر دموکراتیک مثل بدون هیچ کشور ایران، رسانه‌های گروهی اجازه اینکه صدای وجدان مردم باشند رو ندارند. اما هر روزنامه‌نویسی لااقل بعد از اینکه یک مدتی در کار روزنامه بود، اون وجدان شخصیش بیدار میشه و تلاش میکنه که وظیفه‌ای که به عهده داره با همه گرفتاری‌هایی که ممکن است حکومت براش ایجاد بکنه یک جوری انجام بده. اما اقسام راه‌ها وجود داره، از نوع چاپ عکس‌ها، نوع تیتر زدن، بزرگ یا کوچک بودن تیترها، ارتباط دادن با خط خیلی معمولی، دو مطلبی که به همدیگه تا حدی ارتباط دارن و وقتی که به طور مستقل چاپ میشن هیچ نوع گزکی دست سانسورچیان نمیده، ولی وقتی که با هم مشترکن گفته میشه معمولا حرفهای دلشون رو میزنن. این کارها رو تقریبا تمام روزنامه نویسایی که مدتی کار کرده باشن، به خصوص اگر بخواهن، بلد هستن و این کار رو میکنن. در هر صورت منظور شما از این در این مورد بخصوص این هستش که رسانه‌های گروهی چه نقش خاصی میتونن برای جلوگیری از اعدام انجام بدن. اعدام به طور کلی یک جنایت قانونی است، همونطور که کشتن یک آدم کار بسیار بدی است و به همین دلیل هم قانون براش مجازات تعیین کرده است. کشتن یک نفر در مقابل یک جرمی که مرتکب شده است که متاسفانه الان در بسیاری از کشورها از جمله ایران تسری و رفتارهای جنسی که در هیچ جای دنیا جرم محسوب نمیشه، وضعیت ماجرا رو در مورد اعدام یه خورده غلیظ‌تر میکنه و ناراحت کننده تر. روزنامه نویس به طور کلی اگر که یک نوع بیماری صدیق نداشته باشد بدون تردید با اعدام مخالفه. حالا مفصل میشه در این باره صحبت کرد که هدفهایی که از خلق مجازات اعدام در نظر گرفته شده به هیچ کدوم اینها مجازات اعدام نرسیده است. اون موضوع دیگری است که من امیدوارم که در پیام کتبی خودم به این موضوع اشاره کنم. ولی به طور کلی به علت بخصوص در ایران، به علت وفور این ماجرا، یک نوع عکس‌العمل تند در نسبت به این ماجرا نشون میدهند روزنامه‌ها. حالا آیا این کار واقعا مفید است یا نه، بحث دیگری است. به نظر بنده اون چی که هدف است از اعدام، که عبارت است از عبرت گرفتن جامعه و ایجاد تعادل بین لطمه بیننده، یعنی خانواده های کسی که به قتل رسیده است، و کشتن همون قاتل برای ایجاد یک نوع تعادل، گروه هایی که اعدام میکنن و خوشبختانه از نظر کل جامعه که به تدریج بفهمن چی کار بیهودهی میکنن، در هیچ مورد به نتیجه نرسیده است. که در این مورد امیدوارم که بتونم در یک پیامی که میفرستم برای سمینار شما این موضوع رو بیشتر توضیح بدم. خب پیام بعدی از آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده است، روزنامه‌نگار، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه و رئیس مرکز مطالعات عربی ایرانی در لندن. نوری‌زاده خبرنگار دویچه وله، نویسنده از شرق الاوسط و مدیر شبکه تلویزیونی ایران فرداست.
کار نویسندگی را از نوجوانی با شعر و قصه و ترجمه سروده های شاعران معاصر عرب آغاز کرده و در آغاز ورود به دانشکده حقوق دانشگاه تهران به مجله فردوسی پیوست و پس از آن به معاونت سردبیر این مجله درآمد. در دوره‌ای با گاهنامه‌های ادبی و هنری مثل آرش همکاری داشت و در سال 1352 برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت. پس از دریافت دکترا در رشته جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه لندن به ایران بازگشت و در سمت دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات مشغول به کار شد، ولی پس از بسته شدن روزنامه‌ها در دوره انقلاب به انگلستان بازگشت. دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده مجموعه کتاب‌هایی درباره قتل‌های زنجیره‌ای است که گفته می‌شود که از کتاب‌های پرفروش خارج از کشور است. دکتر نوری‌زاده هم برای این پنل پیامی دارند که به اتفاق گوش کنید. با درود به دکتر حسین لاجه‌وردی عزیزم، با درود به رویا کاشفی نازنین و همه شما عزیزانی که در این نشست حضور دارید. خیلی دلم میخواست اونجا بودم. از اون دیر سال و دیر باز هر وقت دکتر لاجه‌وردی کنفرانسی داشت همراه او بودم، در کنارش بودم و چه روزها و شبهایی در این کنفرانس ها داشتیم و این دفعه هم خیلی دلم میخواست، منتها ابعاد گرفتاری ها اینقدر زیاده که این بخت رو نداشتم که حضوراً در خدمتتون باشم و اون فضا رو خودم لمس کنم. به هر روی دکتر لاجه‌وردی لطف کرد و از من هم خواست که به نوعی مشارکت داشته باشم به عنوان یه روزنامه‌نگار، چون نسل اساتید ما قرار اونجا حضور داشته باشن. استاد عزیزم دکتر صدرالدین الهی که خیلی از او آموختم، دکتر سیروس آموزگار نازنینم و همکارانی از نسل خودم، علیرضای میبودی نازنین رفیق و یار و همکار و نسل بعدی قرار بود مثل که امید معماریان باشه یا دوستان دیگری. به هر روی آنچه من قرار صحبت بکنم اشاره به نقش رسانه هاست در این محوری که کنفرانس بر اون شکل گرفته. خشونت، ابعادش، چرایی هاش، مقصر کیست؟ اجازه بدید من از یک تجربه شخصی بگویم و بعد برسم به امروز. 4 روز بعد از اون یک شنبه ای که آیت الله خمینی به تخت نشست، ساعت 6 بعد از ظهر آیت الله سید هادی خسروشاهی که اون وقت حجت الاسلام بود و علامه لقب داشت و از شاگردان ممتاز مرحوم آیت الله شریعت مداری و با بندم بسیار دوست بود از قدیم و ندیم، از چند سال قبل که من کتاب حماسه فلسطین رو ترجمه کردم از شعر شاعران فلسطینی و انتشارات بعثت چاپ کرد، آقای خسروشاهی هم چند تا کتاب داشتن در رابطه با سید جمال الدین اسدآبادی و غیره. بعدم خب ایشون اهل قلم بود و با هم دوست بودیم. ایشون به من زنگ زد که امشب در مدرسه رفاه آتش بازی است. خب من تازه از کار روزنامه فارغ شده بودم، صبحش هم همونجا بودم و خبر روز قبلش هم خب خبر اول زده بودم تو روزنامه و خیلی مسائل اسامی وزرا غیره و غیره. پا شدم با همه خستگی کوبیدم رفتم، منتها سر راه عکاس روزنامه اطلاعاتم بهش خبر دادم، اونم اومد، به اتفاق رفتیم. آنچه را که در آن شب دیدم به دفعات نوشتم و به روایت‌های مختلف، نه در اصل موضوع بلکه با توجه به جاهایی که منتشر می‌شده، خب طبیعتاً زبان یکسان نمی‌شد به کار برد. فردای اون روز که من فوق‌العاده روزنامه اطلاعات رو درآوردم، در روز جمعه، به ندرت جمعه روزنامه منتشر شده بود، ولی من همون بامداد جمعه، حالا براتون داستانو میگم، رفتم و این فوق‌العاده رو درآوردم که بعد 2-3 ساعت بعد روزنامه کیهان هم میدونه درآورد. 1,000,000 نسخه چاپ شد. آنچه من در اونجا دیدم برای من قابل هضم نبود و هیچ فراموش نمی کنم. برگشتم به منزلم بعد از مشاهده اعدام ها،
بعد از مشاهده آقای خمینی که اووردن زیر باروزشو گرفتن و بر بام مدرسه که در اونجا برف زمینو پوشونده بود و خون روی برفا و جنازه چهار جنرال که دو تنشون دلاورانه ایستادن و جان سپردن، مرحوم تیمسار مهدی رحیمی و مرحوم خسروداد. مرحوم ناجی خود رو باخته بود و نصیری هم که در دنیای دیگری بود اصلا، چون قبلا توی بازداشتگاهش تناب انداخته بودن گردنش بکشنش مردم، تناب پاره شده بود، بعد یه عده اومدن او رو تحویل داد و درش نمیتونست درست حرف بزنه، حتی در اون فیلم مصاحبهش هم مشاهده میکن. به هر روی این جنازه افتاده، برای اولین بار در عمرم جنازه اینجوری دیدم و خونین و اون مراسم اعدام و آقای خمینی اومده خوشحال. حال عکاس روزنامه بهتر از من نبود، رفتم منزل و دوش گرفتم، این چرک انقلاب رو خواستم بشورم و از همسرم پوزش خواستم، چون او مخالف بود از اول، چون هیچ نظر لطفی به آخوند نداشت و گفتم تو راست میگفتی، من خمینی رو تا امروز نمی‌دونستم اینه. ولی این سوال برای من پیش اومد در اون روزی که این یه میلیون نسخه جمعه صبح در اومد، مردم روزنامه رو خریدن گرفتن، ولی هیچ چهره‌ای با شادی نبود. بهت زده مردم عکس این جنازه ها رو می دیدن، چه بر بام مدرسه چه در پزشکی قانونی که بامدادان خاکی رفت و عکس گرفت. این منظره مردم رو شوکه کرده بود، علی‌رغم اینکه در انقلاب آدم های کشته شدن، گهگاه مردم مجبور شدن مجروحی رو به دست بگیرن ببرن، مشاهده کردن تیراندازی رو، ولی هیچ وقت این نوع وحشیگری رو ندیده بودن. و اون من مخصوصا اومدم جلوی روزنامه میچرخیدم ببینم اثرش تو مردم چیه. خیلی جالب بود فردا در میان آشنایان خودم، کسانی که سخت طرفدار انقلاب بودن، زن و مرد، همه میگفتن مگه این میشه به راحتی همین رو بگیم. حالا نقش مطبوعات ما چه بوده؟ یک زمانی به هر حال تو جریان انقلاب خشونت ها منعکس می شده، ولی همصدایی با خشونت نبوده. متاسفانه در یه دوره خشونت فضیلت شد، یعنی حسین شریعت مداری بازجوی وزارت اطلاعات شد مسئول روزنامه کیهان، آقای صفار هرندی شد وردستش، باید پای صحبت محمد نوریزاد نشست که از اون روزها برامون بگه. خشونت شد روزنامه، خمیرش با خشونت درست میشد، تیترها بوی خون میداد، با شادمانی اعدامها رو گزارش میکردن. سال 60 باز یه کادر کوچیک میکردن میذاشتن، کشتار 67 تیتر بزرگ شد، کشتارهای بعدی تیتر بزرگ شد با افتخار. نظامی کوشید فرهنگ خشونت رو در جامعه جا بندازه. اعدام ها در ملأ عام به صورت وحشتناک جمعی، چهار انسان رو همزمان جانشون رو گرفتن، بر کرین آویزونشون کردن و جان دادنش رو مردم بیان ببینن، بچه دو ساله روشونشون. خشونت هایی که تو کهریزک شد، جوانان اونجا بردن بهشون تجاوز کردن، ماشین نیروی انتظامی از روی مردم رد شد، ندا رو اونجوری کشتن و جمعی با افتخار به عنوان پیروزی ها اینها رو منتشر کردن. تلویزیون نظام تصاویرش رو نشون داد و این خشونت ها طبیعتا رو بخشی از جامعه اثر گذاشته. کار رسانه‌ها بسیار مشکله، حداقل ما که این سو هستیم، اگر تلویزیونی در اختیار داریم، سایتی داریم، روزنامه‌ای داریم، باید جامعه‌مون رو از خشونت پاک کنیم، حتی اگر تأثیر رو 5% مردم گذاشته باشه. چونن اینا نمادهای خشونته، باید تحریم کنیم اینا رو، نباید بگذاریم فرزندانمون اینا رو ببینن، فرزندمون رو برای اعدام نباید ببریم،
رسانه ها هم میتونن کمک کنن که ریشه خشونت از جامعه کنده بشه، از عفو، از عدم انتقام. این کار بزرگی رو که مادر نوری کرد، رفت تناب دار از گردن قاتل پسرش برداشت، یک سری برنامه های رژیم رو به باد داد. زیبایی اون کار حتی شهردار ترک رو وادار کرد در ترکیه این مادر رو به عنوان مادر نمونه روز مادر انتخاب بکنه. چقدر این کار قشنگ بود. اما ما که حداقل کسی بهمون اینو نمیگه، ما باید در خارج کمتر بگذاریم یه وقت احساساتمون غلبه میکنه انتقام اینا، نه، رو باید بذاریم کنار. همه ما باید شعارمون این باشه: میبخشم ولی فراموش نمیکنم، انتقامم نمیگیرم، نمیخوام اون جامعه در خشونت ادامه پیدا کنه. دوباره نخونیم عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگوش، ای کشته کرا کشتی، تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. سپاسگزارم. خب این چند پیام رو که شنیدید، بحثی رو که در این پنل خواهیم داشت رو اساس و بنیادش رو برامون معلوم کردن و ما منتظر ورود آقای علیرضا میبودی هستیم که با هواپیما قرار بوده برسن. از قرار هواپیماشون هم تأخیر داشته، هر موقع که برسن به پنل ما خواهند پیوست، ولی در حال حاضر در کنار من دو روزنامه‌نگار دیگر اینجا نشستن. سخنانی که شنیدید از روزنامه‌نگاران پیشکسوت و نسل گذشته که در ایران هم کار روزنامه‌نگاری رو می‌کردن قبل از انقلاب و همچنان هم به کارشون ادامه دادند. بعد به نسل میانی می‌رسیم و بعد به نسل جوانتر و دنباله جلسه و پنل امروز رو با گفتگویی که من با این دو پنلیست عزیز که در اینجا نشستند و معرفیشون می‌کنم ادامه خواهم داد، به صورت گفتگویی در مورد آنچه که نکاتی که دوستان مطرح کردند. آقای رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سردبیر مجله جام و جان و ویراستار ده‌ها جلد کتاب از جمله کتاب هولوکاست، درد اهل ذمه، از اورشلیم تا اورشلیم، در ساحل اورینت، سپیدی‌ها و سیاهی‌ها و متجاوز از 10 کتاب پزشکی و بسیار ترجمه‌های دیگر. ایشون برنامه‌ساز رادیوی 670 AM هم هستند، برنامه هفتگی دارند تحت عنوان سیاست و جامعه، برنامه ساز تلویزیون اندیشه هستند و برنامه تحت عنوان پویش و چالش رو اجرا می کنند و به عنوان خبرنگار مستقل فریلنسر در کنوانسیون های ملی دموکرات ها و جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری سالهای 2000، 2004، 2008 و 2012 حضور داشتند و گزارش تهیه کردند. شرکت کننده دیگر در پنل ما آنوی روزنامه‌نگار جوانی هستند به نام خانم فرشته غازی که هم روزنامه‌نگار و هم فعال حقوق بشر ایرانی هستند. ایشون در سال 1383 در رابطه با پرونده سایت های اینترنتی و به دستور سعید مرتضوی دستگیر شدند و حدود 40 روز تحت بازجویی و شکنجه بودند و پس از آزادی مجدداً به کار خودشون ادامه دادند، آزادی که خب البته با در بشت بسیاری انجام شده بود و ایشون رو به دلیل بیماری جسمی مدت‌ها هم بستری کرده بود و به دلیل استرس ها و شکنجه هایی که دیده بودند. ولی همچنان پس از آزادی در اعتراض به قتل زهرا کاظمی و جلوگیری از اجرای حکم اعدام افسانه نوروزی فعالیت زیادی کردند و سپس به دلیل واگویی شکنجه در دوران زندان مجدداً احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. ایشون هم اکنون در خارج از کشور به سر میبرند و خوشبختانه در کنار ما هستند که از نظریاتشون و از مشاهداتشون هم بهره بگیریم و در این پنل با ما صحبت بکنند. ایشون در حال حاضر با سایت اینترنتی و مجله اینترنتی بالاترین همکاری دارن و مطالبشون اونجا نوشته میشه. نه، من تصحیح حتما بالاترین بالاترینه؟ نه، روز آنلاین، معذرت میخوام، روز آنلاین، خیلی عذر میخوام. بله، خب
خیلی خیلی خوش آمدید به این پنل و من فکر میکنم که آقای دکتر الهی، آقای دکتر آموزگار و همینطور آقای دکتر نوریزاده هر کدام دیدگاه های خودشون رو در مورد وظیفه و مسئولیت رسانه ها برای نوشتن، گفتن و یا ارشاد و یا راهنمایی یا هر چی که بگیم خبر دادن به مردم از مسائل شکنجه، آزار، اعدام و قتل و کشتارها گفتن و اینکه چه نقشی رو ما میتونیم داشته باشیم. من فکر میکنم که هر کدام از ما هم اگر که دیدگاهی در این زمینه داریم، جناب علی اول، فرشته خانم دوم و بعد اولشون شما بفرمایید به عنوان پیشکسوت ایشون. ببینید چون بر اساس مبانی هم گفتگو کردن و چون از شکل سخنرانی بیرون میاریم و به شکل گفتگو میپردازیم در این زمینه، به این ترتیب میتواند روال خاصی رو طی نکنه، ولی من اجازه بدین که نخست سپاسگزاری بکنم از شما خانم سرشار برای گرداندن این بخش و معرفی، از آقای لاجوردی و یارانشون برای برگزاری سومین سمینار در مورد حق حیات، و همانند همواره که در هر جایی حضور پیدا کردم سپاسگزاری بکنم از اونهایی که در پرورش اندیشه من نقش داشتن، چرا که هنگامی که نگاه میکنم و میبینم که همکلاسی من بنیانگذار وزارت اطلاعات میتواند در ایران باشد و من در این سو هستم، همکلاسی من میتواند از ارکان سپاه پاسداران باشد و شمار کسانی را که در برابر گلوله قرار داده بالاتر از میزان افراد خانوادهش که میشناسد باشد، جای آن دارد که سپاسگزاری بکنم از یاران کانون پرورش فکری که دوران نوجوانی خودم را وامدار تربیت و کتابخوانی در کنار آنها هستم، به ویژه مدیر عامل و بنیانگذارش که بعدها به همکاری ایشون در آمده خانم ارجمند، و تمامی کتابداران و یا فیلمسازان و یا هنرمندانی که در کانون نقش آگاهی رسانی رو برای یک جامعه بازی کردن، سازمانی که فراتر از تمامی اگر سازمان ها نگوییم در خط مقدم آگاهی رسانی در جامعه قرار گرفت و همانندش رو نداشتیم. به این ترتیب وقتی به مسئله آگاهی نگاه میکنیم در امروز ما و زندگی خودم، به یاد این میفتم که تنها وظیفه یک رسانه آگاهی رسانی است. یعنی اگر جامعه رو برویم به سوی این که جبران خلیل جبران میگوید اگر بتوانم هر روز یک دریچه به سوی روشنایی و آگاهی برای یک نفر باز کنم، من وظیفه خود را انجام دادم. به این ترتیب این وظیفه بر روزنامه نگار که هر روز بتواند دریچه های بیشتری رو باز بکنه قطعی میشه. اگر قرار است انسان رکورد بزنه، اگر یک دونده دو میدانی هر روز کوشش میکنه توان خودش رو در دویدن بیشتر بکنه و زمان رو کوتاه بکنه، به این ترتیب یک روزنامه‌نگار برای آگاهی رسانی و برای اینکه شمار رکورد خودش رو در باز کردن این دریچه‌ها به سوی آگاهی و روشنایی بیشتر بکنه، نیاز داره که به عنوان یک روزنامه‌نگار در لحظه‌ها و شرایطی که مورد نیاز است حضور داشته باشه. این که میگوید که عصر ارتباطات است امروز، این عصر ارتباطات آغازش از این چراغ آگاهی و روشنایی است که یک فرد به عنوان یک روزنامه‌نگار به عنوان یک وظیفه در درون این جامعه روشن میکنه و باز میشه، وگرنه مثل هر عصر دیگری این عصر ماندگار نمیشد. به نظر من هر عصر تازه‌ای هم در جامعه وجود میاد، عصر ارتباطات و عصر روزنامه‌نگاری به عنوان همواره خودش میمونه، فقط شیوه کارش عوض میشه. هر من بخواید من توقف کنم بفرمایید. نه بفرمایید. به این ترتیب اگر آگاهی در جامعه مسئله مهمی میشه و روزنامه‌نگار اون نقش رو به عهده میگیره، در بین این آگاهی ها که طبقه بندی میکنن در زمینه دانش، در زمینه پزشکی، در زمینه خبرهای روز، آگاهی رسانی در مسائل اجتماعی بالاترین مقام خودش رو پیدا میکنه، برای اینکه انسان است و جامعهش و زندگی که انجام میده، و به این ترتیب مسائل اجتماعی در اوج قرار میگیره. روزنامه ها وقتی، و من به اسم روزنامه نگاه میکنم بهتر است بگویم رسانه، ولی به ذهن من همواره روزنامه میاد با اینکه روزنامه نگار نیستم. دلیل اینکه میگم روزنامه نگار نیستم، خانم سرشار یک بار یک
جمله بسیار خوب به کار بردن، گفتن روزنامه نگار کسی است که از راه روزنامه نگاری زندگی میکنه، یعنی دریافت میکنه هزینه رو، پرداخت زندگیش به طور تخصصی روزنامه نگاری است. به این ترتیب به خودم جرأت نمیدم اعلام کنم که روزنامه نگار است. به این ترتیب اگر این رسانه ها شرایط متفاوتی رو دارن و در ایجاد یک جامعه به هر شکلش، یک جامعه رو میتونن از شکل حقیقیش به شکل مجازیش و تصوریش ببرن، چگونه است که در شکل واقعیش به درک بالاتر کوشش نمی کنن؟ رسانه ها در جهان به دو گونه پخش بندی میشه، یا رسانه های حزبی هستن که کسی به رسانه های حزبی نگاه نمی کنه، همونطور که ما هم در دوران کودکیمون شنیدن صدای رادیو مسکو و رادیو چین برامون بسیار خسته کننده بود که هی بشنویم که در کدام مزرعه چقدر کلم به وجود آمده، و یا میشن مطبوعاتی که مطبوعات آزاد هستن و برای مردم کار می کنن. از این گذر که مثلا یه روزنامه نگار و روزنامه نگار حزبی و روزنامه نگاری برای جامعه رو میگیریم، من یک نقبی میزنم به امروزی که بحثی که مطرح شد، یعنی بحث خود رسانه و اینکه رسانه ها چه میکنند رو میگذارم کنار، برویم سر یک موضوعی که تا زمانی که وقت دارم در وقت بعدی باز به اینها میتونم اشاره کنم. جناب آقای قاضیان اشاره فرمودن به یک نکته و جالب است که من همین نکته رو نوشتم به صورت به ترتیب آورده بودم که بپردازم، و اون استش که ایشون به جمعیتی که امروز اینجا نیست اشاره فرمودن و دلایلشون رو هم ایشون باز گفتن. من به بخش کار روزنامه نگاری و یا همین رسانه خودمون نگاه میکنم. من میگم اگر در لس آنجلس بیش از 30 رسانه داریم، نوشتاری، رادیویی و تلویزیونی، و هر کدام 10 تا 15 برنامه ساز دارند، من حضور این 300 تا 400 نفر را که روزنامه نگار به مفهوم حقوق بگیرش هست، یعنی کار میکنن، حقوق میگیرن، شغلشون هست، در بین شماها نمیبینم. اگر ما کوششمون بر این هست که چرا افراد جامعه در این جلسه حضور ندارند، نقش نخستین یک روزنامه نگار که باید آگاهی رسانی بکنه که مردم بیایند و بدانند در مورد اعدام صحبت میشه، سپس خودش اینجا باشد برود و نقل بکند که نیامدند، خودش اینجا باشد در اوج قضیه و بگوید که سخنرانی که در مورد مسئله جامعه شناسی سخن گفت با این نکات برخورد کرد و روانشناس چنین گفت. روزنامه نگاری که در عرصه روزنامه نگاری غایب است، در عرصه حضور روشنگری حاضر است، من نمیدانم که چگونه باید به اون توجیه بکنه نبود خودش رو. میدانم شماری در مرخصی هستن، شماری هم کنار دریا رو ترجیح دادن، تعطیل است، ولی بی تردید شمار 400 نفر روزنامه نگار و مطبوعاتی در این شهر، در این لس آنجلس، و نبودشان در اینجا، و حال یک سوی دیگر قضیه حضور 10 سازمان سیاسی و حقوق بشری در لس آنجلس و حزب ها 10 سازمان و حزب و تشکل، نبودشان در یک جمع به این شکل دو مسئله را بیشتر به ما بیان نمی کنه. یا با مسئله نفی اعدام مخالف هستند یا آن را انکار می کنند. من نمی خواهم بگویم که ما عادت کرده ایم در جای حضور داشته باشیم که خودمان یا سخنرانی می کنیم یا سازمان ما آن را تشکیل داده است. می خواهم بگویم که این را بذاریم کنار، یا به این باور نداریم که این سمینارها میتواند تاثیرگذار باشد، میتواند روشنگر باشد، من میتوانم از سخن ایشون بیاموزم، از سخن دوستی که میپرسد، و این خرد جمعی که همواره ما در تلویزیون ها فریاد میزنیم، خرد جمعی اگر قرار است جمهوری اسلامی صاحب خرد جمعی باشد و در جامعه خرد جمعی را حکم فرما بکند، چگونه است که ما نماینده و نمونه خرد جمعی که میخواهیم در آینده تصویر بشود نیستیم؟ به این ترتیب اگر به نقش پایان میدم سخنم رو در اینجا، اگر به نقش روزنامه ها و رسانه های غربی نگاه میکنیم، رسانه های غربی در ضعیف کردن احتمال حکم اعدام کار میکنن. هنگامی که واشنگتن پست در مورد یک
فردی که قرار است اعدام بشه و تصور بر زندگی اون آدم این است که این احتمال اینکه اعدام بشه هست، ولی احتمالی که بیگناه باشه بیشتر است، انقدر کوشش میکنن رسانه ها، انقدر تلاش میکنن که میآیان و فرهنگ سازی میکنن و این فرهنگ سازی آن قاضی را و تحت تأثیر قرار میده پیش از اینکه وارد محکمه بشه. میداند که با چه موضوعی روبروست و به ساده انگاری از آن عبور نمی کنند. روزنامه نگاران نمی توانند جلوی اعدام را بگیرند، ولی می توانند از سرعت اعدام، از حرکت اعدام بکاهند، از این خشم بکاهند. جمهوری اسلامی همونطور که آقای نوریزاده و دیگران هم گفتن، از روز آغازش این چرخه خشم و خشونت را از بالای پشت بام ساختمان مدرسه علوی آغاز کرد. روزنامه نگاران هم که روزنامه نگاران امروز نبودن، با چاپ عکس های کسانی که تیر خلاص به چشمشون خورده بود و یک حدقه سیاهی بر چشمشون بود، و روزنامه نگاران حزبی و سازمان های مخالف رژیم پادشاهی، از این اعدام ها و این تصاویر و خوشایندی که داشتن، چرخه خشونت رو مبارک است گفتن و اجازه دادن که این چرخه حرکت بکنه. جمهوری اسلامی این روند هراس در جامعه رو با همراه کردن قدرت انقلابی خودش و نمایش قدرت انقلابیش که تا به امروز هم حضور داره، هنوز هم میگن ما در حال انقلاب هستیم، ازش یک نتیجه گرفت: کرخت کردن جامعه به مرور. جامعه ما اگر میگویند که جامعه بی تفاوت شده است، جامعه دچار کرختی روانی شده و این کرختسازی یا غیر حساس سازی جامعه رو جمهوری اسلامی در 35 سال ساخته است، به میزانی ساخته است که این بیماری را نه در ایران که به اجبار و هراس است، در خارج از کشور که لس آنجلس هم هست توانسته شایع بکند. و سخن پایانی: چرا رسانه های ما امروز نمی توانند وظیفه خود را انجام بده؟ اگه می خواهید این رو بعداً می شونم بگم. بله، اجازه بدید چون به صورت گفتگوار نگه دارید. بله. این فکرتون نگه دارید که چون به جایی که رسیدید جای مناسبی است برای اینکه خانم فرشته قاضی رو وارد این بحث بکنیم. شما در مورد نقش خبرنگاران در یک کشور غربی مثل امریکا صحبت کردید و اینی که میتونه چقدر موثر باشه در یا حالا عقب انداختن یک اعدام یا جلوگیری از اون یا تضعیفش، و حالا میریم اینو مقابله میکنیم با یک خبرنگار داخل ایران تحت رژیم جمهوری اسلامی که خودش به نوعی اعدام روانی شده. همه خبرنگاران و اهالی قلم در ایران لازم نیستش که جسمن کشته شده باشن، بسیار روحن کشته شدن. حتی کسانی که حتی لطمه از جمهوری اسلامی نخوردن، از ایران بیرون اومدن، این نظر منه، و اومدن به یک خود تبعیدی یا فرار یا تبعیدشون کردن به خارج از کشور، به دلیل اینکه وسیله ارتباطیشون با هموطنانشون و با طرف دیگری که دارن زبان فارسی است و نوشتن فارسی است یا گویش فارسی است و اون مخاطب رو به اون اندازه که لازم داشته نداشتن، در مملکت خودشون نتونستن کارشون انجام بدن و یا دهانشون رو در داخل ایران بستن، به نوعی ذهن و فکر و روح اونها اعدام شده و نتونستن حرف و کار خودشون انجام بدن. فرشته قاضی، ازش دلم بخواد بپرسم که در چنین محیطی که نمیتونی شما آموزش بدی، نمیتونی خبررسانی درست بکنی، نمیتونی آگاهی به مردم بدی و همین که خودت زجر کشیده این جامعه هستی، زندان افتادی، جلوی حرف زدن تو گرفتن، چطوری چه نقشی میتونی ایفا بکنی به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک نویسنده، به عنوان یک گزارشگر، چه نقشی میتونی داشته باشین در این جامعه؟ من ابتدا خیلی خوشحالم که توی جمع شما هستم. خیلی خوشحال هستم که توی جمع شما هستم. ابتدا با اجازه خانم سرشار من میخوام یه پرانتز کوچیک باز بکنم. عنوان فعال حقوق بشر که در مورد من لطف کردن گفتن رو از خودم سلب بکنم و بگم که من صرفا یک روزنامه نگار هستم. این عنوان ها مسئولیت میآورد و من خیلی توانم کمتر از این هستش که بتونم زیر بار مسئولیت عنوان دیگری غیر از حرفه خودم برم. من صرفا یک روزنامه نگار هستم و اینجا هم به عنوان یک روزنامه نگار حضور پیدا کردم. اما قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، من ابتدا میخواستم این رو بگم که در اینکه توی ایران
جمهوری اسلامی جنایت کرده، اعدام کرده، خشونت رو همینطور سلسله وار ادامه داده و داره ادامه میده. خب هیچ کس شکی نداره چنین چیزهایی وجود داره. در اینکه رسانه وظیفه‌اش آگاهی رسانی هست به جامعه در عرصه‌های مختلف، در این هم هیچ حرفی نیست، درسته. اما مسئله اصلی که ما همیشه غفلت می‌کنیم این هستش که توی جامعه ایران رسانه با چه زبانی و چه جوری می‌تونه این آگاهی رسانی رو انجام بده توی جامعه‌ای که اشاره کردن روزنامه نگاران. من همیشه میگم روزنامه نگاران هیچ وقت حق سختی کار دریافت نمی کنن، ولی توی ایران باید دریافت بکنن، به خصوص روزنامه نگاران مستقل. اعدام ما به صورت کلی وقتی نگاه میکنیم میگیم با اعدام مخالف هستیم، اوکی، اما اعدام شاخه‌های مختلف داره. ما نمیتونیم با کسی که یک عضو خانوادش به قتل رسیده و حکم قصاص و اعدام صادر شده در موردش به همان زبانی گفتگو کنیم و آگاهی بدیم به مردم که با یک کسی که قاچاق مواد مخدر کرده یا با یک کسی که دگراندیش هست یا سر مسائل سیاسی و امنیتی حکم اعدام گرفته یا سر اسید پاشی، سر مسائل اقتصادی، خب تمام این شاخه ها در ایران ممکن هست و همونطور که شاهد هم هستیم در هر کدوم از این شاخه ها چنین احکامی صادر میشه، ولی نوع مواجهه ما با اعدام در این شاخه ها متفاوت هست. اون زبان گفتگو رو باید پیدا بکنیم. بحث ما فقط گفتگوی با حکومت نیست. بحث ما قرار نیست به حکومت آگاهی رسانی بکنیم، ما قرار هست به جامعه و مردم آگاهی رسانی بکنیم. اما بذارید من از یک تجربه کاملا شخصی صحبت کنم. پدر من در ایران به قتل رسید، حکم اعدام صادر شد و ما گفتیم نمیتونیم، گفتیم میبخشیم، ولی اون میبخشیمی که عنوان کردیم یا خانواده هایی که از قصاص میگذرن عنوان میکنن بخشش قاتل نیست، بلکه عنوانی هستش که برای نجات جان آن طرف، اون کسی که برای گذشت از اعدام، برای گذشت از سلب حق حیات یک انسان به کار برده میشه. وگرنه من سالها گذشته هیچ وقت قاتل پدرم رو نبخشیدم و نخواهم تونست ببخشم. اما اینجا میخوام گریزی بزنم به این همین زبان گفتگو. من نه ادعای آزادی خواهی داشتم، نه ادعای دموکراسی و هیچ ادعای دیگری، خانواده من هم همینطور، ولی ما از اعدام گذشتیم. اما خودم رو میگذارم در جایگاهی که وقتی نوع مواجهه و نوع مبارزه فعالین حقوق بشر، فعالین سیاسی و سایرین رو با حکم اعدام در ایران میبینم و زبان گفتگوی اونها رو میبینم، در من هم تردید ایجاد میشه، برای اینکه حق من هم سلب میشه. ما اینجا میخوایم از حق حیات یک نفر دفاع بکنیم، ولی جرم رو نادیده میگیریم، جرم رو فراموش میکنیم، مجازات رو فراموش میکنیم. من دیشب توی جمعی میگفتم اگر مورد خانواده من رسانه‌ای شده بود و من مورد تهاجم رسانه‌ها، فعالان حقوق بشری و فعالان سیاسی قرار می‌گرفتم که آی اعدام بده، آی شما قاتلید، آی شما فلان می‌کنید، من شاید تردید پیدا می‌کردم در اون گذشتی که دارم انجام میدم، برای اینکه من زخمی خوردم، بعد در جایگاهی ایستادم که مدام داره به من تهاجم میشه بدون این که در نظر گرفته بشه که من هم حقی دارم. درسته اینجا حکومت با سلب مسئولیت از خودش میاد بار مسئولیت رو میندازه گردن منی که داغ دیدم، دارم زجر میکشم، عزیزی رو از دست دادم و هیچ چیزی نمیتونه من رو آروم بکنه. اما این وسط رسانه، فعالین حقوق بشری، فعالین سیاسی باید اون جای خالی رو برای من پر بکنن، درد من رو بفهمن،
در کنار اینکه تقاضای عدم اعدام و عدم قصاص قاتل رو مطرح میکنن، تقاضای مجازات قاتل و مجرم رو هم بیان بکنن. اینکه ما همیشه فراموش میکنیم، همیشه تا پای چوبه دار میریم، میگیم چقدر خوب از اعدام نجات پیدا کرد. خب نجات پیدا کرد، بعد چی شد؟ قاتل پدر من چند ماه بعد آزاد شد، توی همون خیابونهایی راه میرفت که من راه میرفتم، توی همون خیابونهایی نفس میکشید که من نفس میکشیدم. اینجا فعالین حقوق بشر کجا رفتن؟ رسانه ها کجا رفتن؟ چه نقشی دارن توی آگاه سازی؟ چه نقشی دارن ایفا میکنن؟ من همه جوره دارم تحت ظلم و ستم قرار میگیرم، قاتل هم آزاد میشه، چون بر مبنای قوانین یا باید قصاص بشه یا دیه پرداخت بکنه. اگر دیه نتونست پرداخت بکنه تا زمانی که بتونه توی زندان میمونه، اگه تونست پرداخت بکنه میاد بیرون. دیه هم که نخواستید، اون جنبه عمومی حکم در نظر گرفته میشه، یه حبس کوتاه مدتی صادر میشه و بعد قاتل آزاد میشه. نقشی که رسانه ها توی آگاه سازی دارن این هستش که به مردم یک از طرفی بستر سازی بکنن، نه با ادبیاتی که حتی توی این کنفرانس هم من دو روز شاهد هستم که نقش فعال سیاسی و مبارز سیاسی رو به عهده بگیریم و با دادن شعارهای سیاسی بخوایم بحث اعدام رو، بحث نجات جان یک انسان رو پیش ببریم. این به هیچ عنوان امکان نداره. 30 سال مبارزه هست در خارج از کشور و همچنین در داخل کشور برای اینکه اون حکومت بره. یه عده میگن که باید بره، یه عده میگن باید اصلاح بشه، ولی تا وقتی که هست چی؟ تا وقتی که این حکومت هست و اعدام ادامه داره چی؟ با این ادبیات و دیالوگ نمیشه زبان گفتگو رو پیدا کرد با حکومت. یه بخشی ما ناچاریم با حکومت گفتگو بکنیم، زمینه تغییر قوانین رو و بسترسازی بکنیم، جلو ببریم تا به یه جایی برسیم که قوانین تغییر بکنه، به سمتی بره که حکومت در یه بخشی از ماجرا از خودش سلب مسئولیت نکنه، نندازه گردن من نوعی، در یه بخش دیگه ماجرا مجازات های جایگزین مثل اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا موارد مشابه، اعدام های جایگزین رو بتونه جایگزین بکنه. در بخش دیگر ماجرا آگاه سازی مردم هست، مردمی که به هر حال مذهبی هستن، به هر حال توی بخصوص بحث قصاص، من میگم همیشه حتی روشنفکرترین آدمای ما که شعارش رو میدن توی اون جایگاه باید قرار بگیرن. بعد ازشون اون موقع پرسیده بشه که الان چی فکر میکنی، الان این اتفاق برای خودت افتاده، چون شعار دادن خیلی قشنگه. یه بخشی از آگاه سازی رسانه ها مربوط به جامعه هست، اما نه با اینکه، نه صرفا با اینکه اعدام بده، خب اینو دیگه همه مردم هم میدونن اعدام بده، در کنار گفتن اینکه شما ببخش، شما گذشت کن، این رو هم ثابت کنن که بهش، که به عنوان رسانه اگه از حق حیات اون دارن دفاع میکنن، از ظلمی که به شما رفته هم آگاه هستن، بهش میپردازن و بر مجازات مجرم هم تاکید میکنن و این رو هم میخوان از حکومت. اگه از حکومت میخوان که مجرم اعدام نشه، در کنارش ازش میخوان که مجازات بشه. نه اینکه، مثال میزنم، خانم سکینه محمدی آشتیانی به هر حال جرمی مرتکب شده بود، قتلی مرتکب شده بود، ابتدا سنگسار بعد حکم اعدام گرفته بود، میخواستن از حق حیات ایشون دفاع بکنن، دیگه شده بود بانوی آزادی خواه در ایران. این خانم جرم مرتکب شده بود، ما وظیفمون آگاهی رسانی بود، میخواستیم حق حیاتش رو بگیریم، طلب بکنیم، از ایشون یه بانوی آزادی خواهی ساختیم که من همیشه میپرسیدم، میگفتم خب اون موقع برای نسرین ستوده چی میخواید بنویسید؟ ایشون بانوی آزادی خواهی، نسرین ستوده چی کار است؟ یا خانم های دیگه ای که دارن زندان میرن. ما وقتی میگیم سنگسار بده، اعدام بده، ولی به همون میزان قتل هم بده و باید بر
مجازات قاتل هم تاکید بکنیم. این خیلی وقت ها میتونه دلگرمی ببخشه به خانواده هایی که توی تصمیم گیری قرار میگیرن. خانواده ای که میبینه قاتل بعد از چند ماهی قرار آزاد بشه، خب عزیزترین کسش رو از دست داده، همه زندگیش کنفیکون شده، همه چیزش رو از دست داده، این خانواده چطوری به راحتی خواهد تونست ببخشه، خواهد تونست گذشت بکنه؟ در اینجاست که نقش رسانه معنی پیدا میکنه. از یه طرف تو بحث حکومت که آگاهی سازی رو و زمینه سازی بستر سازی بکنه برای تغییر قوانین به سمت قوانین انسانی تر و قوانین جایگزینی، و اینکه حکومت مجبور بشه خودش مسئولیت رو بپذیره، در کنارش آگاهی سازی جامعه و کمک به جامعه که ما اگر از حق حیاتمون دفاع میکنیم در کنار شما هم هستیم برای مجازات همون آدمی که داریم از حق حیاتش دفاع میکنیم. خب این یه نکته خیلی مهمی رو اینجا یه نکته خیلی مهمی رو فرشته قاضی اینجا انگوش گذاشت که دیشب هم اون فیلمو که تماشا کردیم رویا کاشفی بهش اشاره کرد، و اون اینه که در کنار نقش رسانه ها برای در مقابل این موضوع، این موزلی که الان وجود داره صحبت میکنیم، در طول این دو روز شاید کمتر یا اصلا به این مسئله اشاره نشده که درسته که وظیفه رسانه گروهی این هستش که خبررسانی بکنه، اطلاعات بده، گزارش تهیه کنه، آموزش بده، همه اینها هست، ولی همه اینها در مقابلش یک کلام و یک ویژگی باید باشه و اون اینه که در نهایت عدالت، در نهایت بی‌طرفی و در نهایت رعایت کردن مساوات. این چیزیست که من برداشت کردم. درست میگم؟ یعنی اگر که قرار هستش که در مورد اعدام یک نفر صحبت بشه، اون طرف دیگه، چون این موضوع خیلی موضوع مهمی بود که خود منم حتی تا دیشب که این مسئله مطرح شد بهش فکر نکردم، انقدر در مورد مسئله اعدامی که این آدم رو اعدام نکنید و ما مخالف اعدام، خود منم مخالف اعدامم، مخالفتمون رو ابراز میکنیم که اون خانواده‌ای که مقتول دارن رو به کلی از یاد میبنیم. و یک روزنامه‌نگار وظیفه‌ش این نیست، یک روزنامه‌نگار اینه که همیشه اون ترازو رو در دست داشته باشه، اگه گزارشی داره تهیه میکنه هم این طرف رو بگه هم این طرف رو. قاضی نباید باشه روزنامه‌نگار، گزارشگره، داره خبر میده به شما و خبر میده، خبر کامل باید بده و شمای خواننده یا اون حکومتی که طرف صحبت من هست و یا اون متخصصی که من سراغش به عنوان روزنامه‌نگار میرم، چون من که صاحب نظر نیستم، همیشه میگم روزنامه‌نگارا از هر چیزی یه ذره میدونن، تخصصی ندارن، در نتیجه فقط ما این توانایی رو داریم که بریم سراغ آنهایی که اطلاعات و آگاهی درست دارن و اطلاعات آگاهی اونا رو بگیریم و به گوش یا برای خوانندگانمون بنویسیم یا در رادیو بگیم یا در تلویزیون بگیم، اطلاع بهشون بدیم. درست میگم؟ فرنس یعنی عدالت و رعایت بی‌طرفی در این زمینه مسئله مهمی است که شما بهش اشاره کردید. دقیقاً مسئله این هستش که ما همیشه این احکام، ما اگه دقت بکنیم خیلی موارد خاصی رسانه‌ای میشه، در حالی که ده ها نفر اعدام میشن یهویی دو سه نفر خاص رسانه‌ای میشه و تمام تلاش فعالین حقوق بشر، فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها زوم میشه روی این دو سه نفر. خب این دو سه نفر از حق حیاتشون باید دفاع بشه، اوکی، اما این دو سه نفر چیکار کردن که دارن اعدام میشن؟ خیلی وقتها انقدر غفلت میکنیم از این موضوع حتی توی رسانه‌ها که خیلی از افکار عمومی هم که همراه شدن در دفاع از اون فرد، وقتی ازشون سوال میشه میگن که نمیدونیم، رژیم خونخواره داره اعدام میکنه دیگه. خب اوکی، رژیم خونخواره، ولی این آدم چیکار کرده؟ چه جرمی مرتکب شده؟ برای دفاع از حق حیاتی یک آدم نیاز نیست جرم اون مخفی نگه داشته باشه، نیاز نیست احساسات مردمی به بازی گرفته بشه، نیاز نیست آدم‌ها مجرم تبدیل به قهرمان بشه. کاری که ما داریم میکنیم، کاری که بارها و بارها صورت گرفته، این یک روی قضیه است. یک روی دیگه قضیه، من یه مثال میزنم، آقای اولیایی فقط قرار بود توی یکی از این پنل ها باشن، نشد، پیامی داده بودن. من خیلی دوست داشتم ایشون بودن چون تجربه عینی داشتن سر بهنود شجاعی
بهنود شجاعی رو خانواده مقتول اعدام نکرد. رسانه‌ها و فعالین حقوق بشر اعدام کردن. این خانواده رو تا جایی رسوندن که حاضر به بخشش شده بودن توی مقطعی، ولی وقتی صندلی رو کشیدن از زیر پای این، گفتن رسانه‌ها اینو، خود خانواده هم اینو گفتن. یعنی حق اون خانواده‌ای که اگر بهنود شجاعی نوجوان بود، کوچیک بود، بچه اونام کشته شده بود، نوجوان بود، کوچیک بود، بهنود شجاعی مادر داشت، اونم مادر داشت، این داغ و این خانواده قرار بود ببینه، اون خانواده دیده بود. به جای همدردی با اون خانواده، قرار گرفتن در کنار اون خانواده و تقاضای مجازات بر مبنای جرمی که صورت گرفته، حالا در نظر گرفتن سن و سال یا هر چیز دیگه هم میتونه در کنارش باشه، از اون خانواده یک قاتل دیوی ساخته شد که در نهایت بهنود شجاعی اعدام شد. موارد دیگه هم از این دست هست. یعنی به جای آگاهی رسانی درست، ما اومدیم به سمتی رفتیم، آگاهانه یا ناآگاهانه، که خود ما دامن زدیم، کمک کردیم که بهنود شجاعی اعدام بشه و حق حیات ازش سلب بشه. آقای گوهرزاد، شما به عنوان یه روزنامه‌نگار فکر میکنید روزنامه‌نگار، گزارشگر، باید فعال حقوق بشر باشه؟ در زندگی فردیش کلاهای متفاوتی رو در زندگی بر روی سرتون میگذارید. روزنامه‌نگاری همونطور که شما فرمودید یک شغل وقتی تلقی میشه، هر فردی در جامعه‌ای که نقض حقوق بشر انجام میشه، ایدئال این است که کوشنده حقوق بشر باشه. ایدئال این است که منتها وقتی روزنامه‌نگاری کوشنده حقوق بشر میشه، بتواند از اون خواست قلبیش به عنوان کوشنده حقوق بشر در بستر این پاراگراف بندی مقالاتش بهره بگیره. ببینید، به بحث آگاهی، چون بس همینجا میخوام، من در اونجایی که به حرفم رو قطع کردم، بحث از آگاهی به مفهوم دادن خبر یا آگاهی رسانی به مردم به عنوان خبرنسانی نبود. روزنامه‌ها و رسانه‌ها همون گونه که جمهوری اسلامی بستر سازی میکنه، یعنی یک بستر فرهنگی ساخته، بستر فرهنگی که ما به جای اینکه در 35 سال رشد بکنیم و کمتر به تماشای اعدام برویم، بیشتر به تماشای اعدام میتوانیم برویم، یعنی کوشش کرده در این مسیر حرکت کرده. در برابر اون، در درون ایران رسانه‌های تصویری و صدا که بیشترین قدرت رو در بین مردم داره، کمتر میزان مردمی که روزنامه میخونن یا آنلاین میخونن نسبت به کسانی که به روزنامه و تلویزیون رابطه دارن با رادیو تلویزیون بسیار کمتر است. اینو باید پذیرفت. مردم شیوه آسان‌تر رو برمی‌گزینن. تلویزیون دکمه‌اش رو می‌زنن و گوش می‌کنن. روزنامه‌نگاران ما کوشش می‌کنن. برای رادیو تلویزیون‌ها چون دولتی است، در مسیر حکومت عمل می‌کنن. می‌آید در این سو روزنامه‌نگار غربی‌ها فقط در زمانی که می‌خوان یه مسئله رو بزرگ کنن، امروز می‌خوان از یک مسئله بهره بگیرن، می‌تونن بهره بگیرن و فقط به فاصله یه زمان کوتاه ماندگار هستش. رسانه دیداری و سپس شنیداری ایرانی در برون مرز به سبب اینکه به جای آنکه روشنگری بکند، به افشاگری میپردازد، به جای آنکه یک رسانه باشد، یک حزب سیاسی میشود در نبود احزاب سیاسی، خود به خود به سبب اینکه نقش حزب سیاسی رو بازی میکنه، یک حزب سیاسی بدون پلتفرمه. احزاب سیاسی پلتفرم دارن، عضو دارن، اعضاشون تعیین میکنن، هیئت رئیسشون و هیئت رئیس پاسخگوس در برابر اعضای خودش در برابر مجمع عمومی. مطبوعات تصویری که در حضور دارن به عنوان اپوزیسیون در حال حاضر، اینها به سبب اینکه حزبی میشن، اصلا حزب تشکیل میشه، حزب ناپیدا، حزب نام بدون نام، برای یک رسانه، خود به خود به جای افشاگری، به جای اینکه روشنگری بکنن، نقش افشاگری رو میکنن. در افشاگری است که این از دست ما خارج میشه، از دست کسی که داره کار میکنه خارج میشه که آیا داره در مورد مقتول صحبت میکنه یا در مورد قاتل. حق اون سوی قضیه چه کار است؟ وقتی به مسئله آگاهی و آگاه سازی رو اشاره میکنن، اگر وظیفه یک روزنامه مطبوعات، به ویژه من همواره بر تلویزیون اشاره میکنم برای که میبیننش مردم، تلویزیون های تبلیغاتی و اوقات فراغت که به موسیقی
پردازن که حق مردم هم هست، بسیار خوبم هست، وظیفه جمهوری اسلامی رو پذیرفتن، چون اون نمیتونه موسیقی تولید بکنه، خود به خود در خارج از کشور تولید میشه، بسیار عالی. ولی به اون روزنامه مطبوعات و یا رادیو تلویزیونی که بر این اساس حرکت میکنه که مخالف هست و میخواست جامعه رو تغییر بده، به هیچ روی ما نمیبینیم. من در تایید سخنان هر دوی شما که مسئله حق حیات رو روشن بکنه، در زمینه حقوق بشر بگوید که این مسئله یعنی چی. به نقض حقوق بشر و تعداد اعدام ها اشاره می کنیم، ولی به سبب این، به اینکه یک جامعه می پذیرد اعدام رو، اشاره نمی کنیم. برای این است که همیشه اون خلع است که از حق اون مقتول یا قربانی دفاع نشده است. برای این و برای همین است که این رابطه به وجود میاد. من به یک نکته اشاره بکنم. ما ایدئالمون این هست، اگر در کشور فرانسه اعدام وجود نداره، قاتل را آزاد نمی کنن، اعدامش نمی کنن، ولی آزاد نمی کنن. مشکل اینجاست که در جمهوری اسلامی یا اعدام می کنن، یا پس از اینکه اون خانواده به هر سببی، به هر دلیلی گذشت می کند، یا خریده می شود، یا هر کاری می کند، آزادش می کنن. اینجاست که مشکل وجود داره، اینجاست که یک رسانه کوتاهی می کنه در اینکه به جامعه بگه که چرا نباید اعدام کرد، یا اگر با اعدام موافقه چرا باید اعدام کرد و حتما باید اعدام کرد. این رو نمیگه. اینجاست که اون نور آگاهی تزلزل پیدا میکنه، به خوبی انجام نمیشه و تمام کارهای ما از جمله کار خود بنده از مرحله آگاهی رسانی و آموزش به مرحله شعار رسیده میشه، چون جامعه فقط اون بخش رو میتونه بگه. خب حالا یه آخرین سوالی که بین خود مطرح میکنم و بعد از دوستانی که در جمع نشستن میخوایم که محبت کنن نظر یا سوالشون رو بگن، پرسششون رو بگن، اینی که به عنوان یه روزنامه‌نگار فکر میکنید که ما داریم تشویق میکنیم، فعالین حقوق بشر دارن تشویق میکنن که آقا برای دیدار اعدام نرید تو میادین اعدام، نرید که تماشا کنید، بچه‌ها رو نبرید، این خیلی کار چنیس که انجام میدید. خب یه روزنامه‌نگار اینجا برش یه موزل پیدا میشه. آیا به عنوان یه گزارشگر باید گزارش یه اعدام رو بنویسه؟ باید گزارش یه اعدام رو در تلویزیون پخش بکنه؟ بره خبرش رو بده؟ یا باید تصمیم بگیره که چون این حرکت شنیعی است و قتل، من نباید گزارشش رو بدم؟ این یه سوالی است که برای یه گزارشگر پیش میاد و چجوری باید تصمیم بگیره؟ نظر هر دوی شما رو میخوام. خیلی کوتاه. ببینید کوتاه به این مسئله، ما اتفاقا در نمایش مسئله اعدام این مشکل رو داریم. یعنی وقتی جمهوری اسلامی با به خیابان کشیدن اعدام مردم رو راحت میکنه با مسئله دیدار اعدام و مردم به تماشا میرن و با این دوربیناشون عکس میگیرن، ما در تلویزیون، یعنی من تلویزیون رو مثال میزنم ولی که اونم تصویریست، ما در تلویزیون نباید به اون میزان که هیچ یک دهمش هم تصویر بس خونبار اعدام رو نشان بدهیم. من باورم این است که میتوان اعدام رو نشان داد به شکلی که خشونت را ترویج نکنه. طبیعی است گزارش میکنم، ولی نیازی نیست مثل این خانومی که رفته بود در تگزاس. من خودم حالم بد شد به عنوان یک روزنامه‌نگار، دیدم که اولا اونجا تو اون اتاق حضور پیدا کرد، من نمیتوانم حضور پیدا بکنم، این خود من نمیتونم باشم، ولی دیدم از مرحله ای که این آمپول رو وارد این دست میکنن و شمار تشنجی که به چهره اون کسی که این آمپول بهش داده شده، اول دست راستش از کار افتاده و یا دوم دست چپش از کار افتاده، انگشتاش رو تمام اینا رو داشت گزارش میده. من باورم اینه که بعد وظیفه ما این نیست در جامعه. ما هم خشونت رو اونجا ترویج میکنیم. من یه توضیح ابتدا بدم، همون گونه که ما منتقد این هستیم که مردم میرن اعدام رو نگاه میکنن، فیلم میگیرن و میان، ما برعکسش هم دیدیم، مردم رفتن سر صحنه اعدام. همین دیروز بود یا امروز بود این خانم سامره علی نژاد پیامش پخش شد، بخشش کرد سر صحنه اعدام، ولی عکس العمل همون مردمی که رفته بودن واسه اعدام چی بود؟ خب این سوی قضیه رو هم داریم، حتی از قبلش هم همون مردم تقاضای بخشش میکردن. یعنی این نیستش که مردم ما همه اون کسایی هستن که دوربین به دست دارن میرن فیلم بگیرن، بعد انگار رفتن پیکنیک، بعد بیان منتشر بکنن و هیچی به هیچی. نه، ما نقطه مقابل اینم داریم، یعنی نباید مردم رو توی یه تیپ خاص قرار داد و در مورد همه کلی قضاوت کرد. اما در مورد اینکه
اخبار یا گزارشات مربوط به اعدام باید منتشر بشه یا نشه؟ بله، چرا نباید منتشر بشه؟ اما نه به صورت تبلیغی، نه به صورت اینکه بیای گزارشش رو بنویسی با آب و تاب و انگار داری یه چیز خیلی خوب رو گزارش میدی. نه، همون گونه که هست در کنارش با آسیب شناسی قضیه، به خصوص تو جامعه ایران. توی جامعه ایران، چون بحث ما در مورد جامعه ایران هست، میشه باید گزارش رو نوشت. من با عنوان روزنامه نگار موظف هستم اطلاع رسانی کنم به مردم. نباید جای مردم تصمیم بگیرم که چی اونا باید بدونن چی اونا باید بدونن. در کنارش میتونم بپردازم به بحث قوانین، به بحث آسیب شناسیش، به بحث های روان شناسیش، و این اتفاقا خیلی بیشتر کمک خواهد کرد به آگاهی مردم در این زمینه تا اینکه بخوام سانسورش بکنم و اصلا من سانسورش بکنم. حکومت که نمیکنه. توی جامعه فعلی، توی عرصه فعلی، تریبون و رسانه فقط من نیستم. توی داخل ایران تریبون های مهمتر از منی هم هست که خیلی بیشتر هم شنیده میشه، از تریبون نماز جمعه گرفته تا تریبون صدا و سیما که اصلا داره تبلیغ میکنه چنین خشونت رو، تا تریبون های دیگه. و میایم توی عرصه مجازی، الان فیسبوک، با وجود فیسبوک و توییتر، هر آدم، هر شخصیتی که هر آیدی فیسبوکی، هر آیدی توییتری برای خودش یه رسانه است، برای اینکه داره اعلام موضع میکنه. و اینا هم تاثیر داره. سر قضیه ریحانه جباری که الان مطرح هست، یکی از دلخوری های خانواده مقتول، نه رسانه ها، وقتی میگن صحبت از رسانه ها بررسی میکنیم، همین مسائلیه که توی فضای مجازی مطرح شده و اینا لزوماً رسانه رسمی نیستن، ولی فضای مجازی به شکل رسانه هم داره عمل میکنه. یعنی من نکنم کسی دیگه ای داره میکنه اونجا. پس من باید به وظیفه درست خودم عمل بکنم، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی در کنار آسیب شناسی. خیلی ممنونم. الان دوستان میتونید که سوال خودتون رو مطرح کنید. خواهش میکنم خانم جنابالی و بعد خانم کاشفی، بفرمایید. بله بفرمایید. 25 دقیقه وقت داریم. خواهش میکنم که سوالا یا کامنتاتون رو کوتاه بفرمایید که به بقیه هم برسید. من خطابم اول به سرکار خانم هستن که متأسفانه اسمشون یادم فراموش کردم. خانم فرشته قاضی. خانم قاضی. عرض کنم خدمتتون، مگه میشه مسئله جرم جنایت در ایران رو جدا از بستر روابط ظالمانه که در ایران هست بررسی کرد؟ موردی که شما خودتون اشاره کردین، یا هم مسئله ریحانه جباری، این که شما عنوان میکنین که فردی رو اگر بخشش بکنن این باید به مجازات برسه، مورد خاص همون خانم ریحانه جباری که یک فرد ملعون اطلاعاتی میخواست بهش تجاوز کنه و این در دفاع از خودش مرتکب این قتل شده، اگه اثبات بشه، آیا شما باز هم معتقد هستین که باید این فرد مجازات بشه؟ به نظر من مسئله ایران، روزنامه‌نگاران در ایران، با توجه به اینکه نمیتونن اون روابط ظالمانه که در قوانین جمهوری اسلامی از زیر سوال ببرن، بیشتر میرن دنبال معلول تا علت. یک، در ارتباط با دوستم رضا که صحبت از قوانین فرانسه و ایران میکنه، اصلا قابل مقایسه نیست. خانمایی که در ایران در شدیدترین شرایط به سر میبرن و سرکوب میشن از طرف همسراشون و از طرف خیلی های دیگه، اگر در بدترین موقعیت دست به دفاع از خودشون بزنن و همسرشون رو مورد حمله قرار بدن و مرتکب قتل بشن، شما میتونید اینو به صورت مجرد باز هم بگیم باید مجازات بشن؟ ممنون. من ابتدا اینو بگم که اگه بحث نجات جان ریحانه جباری هست، الان جونش حق حیات اون دست یک خانواده ای هست که اون هم یک عزیزی رو از دست داده، درست یا نادرست، این مسئولیت روی دوش اونهاست، اونها قراره تصمیم بگیرن. من متاسفم که از این خانواده، از فردی که فوت کرده یا خانوادهش، به جای اینکه دلجویی بشه، همدردی بشه، کمک بشه بهشون که برن به سمتی که بخشش بکنن، چنین صفتی به کار برده میشه. همین هاست که من نوعی رو میبره به سمتی که من حالا یه عزیزی رو از دست دادم، حالا
به جای اینکه روند دادرسی عادلانه صورت بگیره و حکومت مجازات بکنه انداخته گردن من، حالا عزیزی من که از دست رفته ملعونه و من هم ملعونی هستم که دارم جون یه دختر بیگناه رو میگیرم. ما روزنامه نگاران قاضی نیستیم، در مقام قضاوت نیستیم، وظیفه ما اطلاع رسانی درست هست، نه اینکه چنین صفتهایی بخوایم بدیم یا در کنار این بشینیم یا در کنار اون بشینیم. اگر درست اطلاع رسانی بکنیم، اگر درست پرونده رو بتونیم باز بکنیم، دسترسی داشته باشیم بتونیم باز بکنیم، شما یه نوعی اینجوری قضاوت نمی کنی در مورد خانواده‌ای که عزیزی رو از دست داده یا اون فردی که فوت کرده، کشته شده، حق حیات اون آدم سلب شده. خب اون آدم میخواسته تجاوز کنه، مثلا میخواسته تجاوز کنه، حق حیاتش سلب شده. خب چطور ما از حق حیات یک قاتل دفاع میکنیم ولی حق حیات اون متجاوز رو نادیده میگیریم؟ ما داریم جرما رو تفکیک میکنیم، به یکی اجازه میدیم که حق حیات یکی رو بگیره چون اون متجاوز بوده، مجرم بوده، ولی به یکی دیگه اجازه نمیدیم حق حیات یک مجرم یا یک قاتل یا یک متجاوز رو بگیره. حق حیات همه دارن. ببخشید معذرت خواهم، بحث دو نفری نمیکنم. قربون، عرض کردم که بحث دو نفر نمیکنم، اجازه بدید جواب شما بده. من در مورد این پرونده، چون پرونده رو کاملا نخوندم، دسترسی ندارم، حق قضاوت ندارم که بشینم بگم که کی چقدر مقصر بوده چقدر مقصر نبوده. در دفاع از حق حیات آدم ها هم نیازی نیست یک نفر رو تبرئه بکنیم، یک نفر رو به قولی خیلی آدم بد و جنایتکاری جلوه بدیم. حق حیات حق حیات، اونم داشته اینم داره. خب اما اینکه در دفاع از خودش این کار رو کرده، من یکی از دلایلی که زندان رفتم و بارها به خاطرش بازجویی شدم و اتهامی که به من زده شد، پرونده افسانه نوروزی بود. افسانه نوروزی دفاع از ناموسش کرده بود و طرف رو به قتل رسونده بود. وقتی این پرونده رو به من دادن، یکی از همکاران ما که پیگیر این پرونده بود، پرونده رو به من داد و گفتش که دیگه هیچ کاری از دست ماها بر نمیاد. شما، من خبرنگار حوزه سیاسی بودم، شما حوزه‌ای که میرید از طریق مسئولین پیگیری بکنید. من یه نامه سرگشاده نوشتم برای مسئولین سه قوه و نوشتم خب تکلیف منه، زن مسلمونی که زیر دست خودتونم بزرگ شدم رو روشن بکنید، تن به زنا بدم، سنگسارم میکنید، دفاع کنم از خودم برسه به اونجایی که طرف رو بزنم بکشم، میگید قاتلم اعدامم میکنید. خب این افسانه نوروزی بعدها آزاد شد با پیگیری خیلی رسانه و فعالین حقوق بشر و به هر حال پیگیری ها نتیجه داد، آزاد شد. من این رو مثال زدم بگم که شما که میگید کسی از حق خودش دفاع کرده، خانم ریحانه جباری، من منکر حق و حقوق خانم جباری نیستم، چطور که جز اولین کسایی بودم که تو قضیه دفاع ناموسی سر افسانه نوروزی وارد شدم و هزینه اش رو هم دادم. اما من نمیتونم اینجا مطلق قضاوت بکنم. اگر خانم جباری حق حیات داره، اون فرد هم حق حیات داشته، خانواده اون فرد هم حق دارن، صدای اونها هم باشه. ما نباید فقط صدای خانواده ریحانه جباری رو بشنویم، ما باید در کنار صدای خانواده ریحانه جباری صدای خانواده مقتول رو هم بشنویم و بعد بتونیم قضاوت بکنیم. آقای بله، آقای گوهرزاد بفرمایید. من وقتی به مسئله فرانسه اشاره کردم، نخواستم مقایسه بکنم جامعه ایران یا زندگی زنان ایران یا مردان ایران رو با فرانسه. گفتم که ایدئال یک فردی که میگه که حق حیات و نفی اعدام این است که روزی همانند امروزی که در جامعه فرانسه هنگام که یک قتل روی میده، کمتر خانواده مقتول در مورد اعدام فکر میکنه، برای اینکه سالهایی است که با این رابطه برقرار کرده، آموخته، جزء قوانینش شده که اعدام نمیکنیم، ولی خواست اون برای اینکه از او حبس ابد بخواد رو طبیعی است که خواهد خواست. او در این فاصله
انجام میکره، میره تا مرحله‌ای که قانون اجازه میده. من باورم این است که ما باید به عنوان کسانی که حق حیات رو میپذیریم و نفی اعدام، تا مرحله‌ای کوشش بکنیم که در جامعه ما موضوع نداشتن اعدام نهادینه بشه. هیچ کس ته قلبش، به قول دوستانمون به شوخی نگن که منم با اعدام مخالفم، ولی بعد از فروریزی نظام و سه ماه بعدش که همه اعدام شدن. خانم رویا کاشفی بفرمه. من فقط دو نکته رو میخواستم یادآوری بکنم به جلسه. یکی اینکه دیروز ما سخنرانی یا مصاحبه‌ای رو که با رابرت بادینتر که وزیر دادگستری فرانسه بود که در سال 81 موفق شد قانون لغو اعدام رو در فرانسه بگذرونه شنیدیم. میخواستم فقط یک داستان کوچیک در رابطه با ایشون یادآوری بکنم در تایید حرفایی که زده شده. بادینتر قبل از اینکه وزیر دادگستری بشه وکیل مدافع بوده و از اولی که شروع به کار کرده مبارزه علیه اعدام میکرده. یکی از بزرگترین پرونده‌هاش دفاع از فردی بوده که به طرز خیلی فجیعی یک بچه‌ای رو کشته بوده و اون فردی که بچه رو کشته بوده خودش بار اول که بازجویی میشه، دستگیر میشه و بازجویی میشه، میگه اگر بگیرن کسی رو که این بچه رو کشته بعد اعدامش کنن و بعد معلوم میشه که خودش مجرم بوده و بعد بادینتر پرونده او رو به عهده میگیره و در دادگاه موفق از این فرد دفاع میکنه و او حکم اعدام رو نمیگیره. ولی پایه دفاع بادینتر نه از مجرم و کشتن اون بچه بود، دفاعش علیه اعدام در جامعه‌ای مثل فرانسه بود. یعنی به این ترتیب او تونسته بود این کار رو بکنه و اون مردی که قاتل بود محکوم به مجازات ابد شد و در زندان موند. یعنی مجازات شد ولی اعدام نگرفت و به دنبال همین بودش که بادینتر بعد وزیر دادگستری شد و اولین کاری هم که کردش لغو مجازات هم، ولی تا سال 1981، یعنی خیلی تازه است این هم حتی در اینجا. یه نکته دیگه که ما در کنفرانس قبلی که داشتیم همین پنل مشابه داشتیم و میترا خلعتبری که مسئولیت صفحه حوادث چند روزنامه رو در ایران داشت صحبت میکرد از موانعی که در ایران هست برای اطلاع رسانی دقیق در رابطه با اتفاقاتی که میفته. میگفت خیلی از اوقات خانواده مقتول یا خانواده قاتل حتی اینها رو که خبرنگار هستن کتک میزنن که نرید گزارشگری بکنید. یعنی نمیخوان اونها که پرونده ها رسانه‌ای بشه به هزار و یک دلیل، هم خانواده قاتل هم خانواده مقتول. و میگفتن که در خیلی مواقع که حتی خیلی آگاهانه همه میدونستن که اون کسی که به جرم قتل الان داره محکوم به اعدام میشه بیگناهه، ولی باز خانواده ها نمیگذاشتن و یا حتی خانواده مقتول علیه اینهایی که میخواستن در دفاع از لغو اعدام گزارشگری بکنن میرفتن ادعای جرم میکردن. بنابراین خیلی مسائل هست در اطلاع رسانی داخل ایران و بعد این وظیفه ماهایی که ممکنه دسترسی آزادتر به رسانه داریم رو بیشتر میکنه. و نکته دیگه که کسانی که بیگناه هستند امیدواریم که هیچ وقت محکوم به اعدام نشن، ولی همینجا در امریکا ما باز شنیدیم که از هر 10 نفری که محکوم به اعدام میشه 1 نفرش بیگناهه و حالا بعد سیستم های قضایی باشه که بشه این روند دادرسی عادلانه رو به وجود آورد که اونها امکانش داشته باشن که متاسفانه تو ایران ما نداریم. فقط این یادآوری 2-3 نکته بود از تجربه کنفرانس های قبل. ممنونم، سپاسگزارم. سوالی بعدی کسی دیگه؟ خانم دکتر ساید اینجا میخواد سوال. من فکر میکنم که سخنان شما رو اینجوری استنباط کردم که در حقیقت راه برون رفت از این نگرش یک سویه و یا حمایت یک سویه از کسانی که محکوم به اعدام هستن به خصوص در بستر قصاص این هستش که خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالین حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر یک حالت امپاتتیک یا همحسگرانه نسبت به خانواده مقتول هم داشته باشن، به خاطر اینکه به هر حال خانواده مقتول هستش که الان تعیین کننده است که میتونه این فردی که الان در حقیقت محکوم به اعدام هست قصاص بشه و یا نشه. گذشته از اون در حقیقت گینی که ما داریم ایجاد ارتباط حسی، انسانی و اخلاقی با اون خانواده است و اکنالش کردن اینکه ما میفهمیم که تو یه لاسی رو داری تجربه میکنی، دچار فقدان شدی، عزیزی رو از دست دادی. پس بنابراین روشی که ما در پیش میگیریم که فکر میکنم الان گروه هایی هستن که در ایران دارن با همین روش پیش میرن و موفق هم شدن، منظورشون
این بود، نه اینکه فرضاً کسی که، و در ضمن اینجوری استنباط کردم که مجازات فرد قاتل رو فراموش نکنیم، بنا به میزان اون عمل کردش اون باید مجازات بشه، نه اینکه فرضاً ما بگیم خب بخشیدیم و قاتل فردا آزاد بشه و در همون کوچه خیابان‌ها و همراه مقتول که عزیز رو از دست داده نفس بکشه و زندگی بکنه. من اینجوری فهمیدم و موافق هم هستم با شما خانم رویا کاشفی، هم دیروز خودشون به این اشاره داشتن که ما باید نسبت به این برخوردها حساس‌تر باشیم و خودمون رو در حقیقت بیشتر آموزش بدیم که با چه زبانی بتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم که این زبان یک زبان انسانی و مؤثر باشه. بعدی کسی هست سوال داشته باشه؟ بفرمایید جناب عالی، بفرمایید. شما که سوال فرمودید اجازه بدیم پس بعدم به شما آقای دکتر لاجوردی، بعد برمیگردیم به شما اگه فرصت شد. شما بعد برمیگردیم به شما. بله بله، شما آقای دکتر لاجوردی. من در حال با احترام به سخنرانی هایی که انجام شده، یه نکته برام خیلی مهمه. ما توی این مباحثی که سه کنفرانس اعدام بوده دنبال داریم میکنیم، حق زندانی، حق اعدامی و حقوق خانواده مقتول هم هست. این اولی مسئله. دومی مسئله اینه که من یک دوره نوجوانیم همیشه آرزو داشتم که روزنامه نگار بشم. روزنامه نگار شدن برای من یک معنی داشت، معنی که به این روزنامه های فرنگی نگاه میکردم و میدیدم که اینها تنها نمیان بگن که این خانواده مقتول حق داره یا حق نداره اعدام بشه یا اعدام نشه، بلکه میرفتن و یک کنجکاوی میکردن که بستر و زمینه این مسئله رو روشن بکنن. به همین معناست که ما وقتی که به یک گزارش روزنامه های فرنگی نگاه میکنیم و اون روزنامه ها روزنامه های معتبری میشن، این گزارش ها میتونه ما رو در یک مسیر ببره که در نهایت به اون جایی برسه که این احترام برای حق حیات و کیفر مرگ چیه، ما در چه زمانی میتونیم که قاتل رو بگیم ببخشید یا نبخشید. من فقط یه نکته اشاره بکنم خدمتتون. چند ماه پیش من خبری رو در یکی از روزنامه های ایران دیدم که یک کامیونی از این کامیونی های چینی که میگن ترمز میبره، ترمز میبره توی خیابون رباط کریم تهران. وقتی که میان که این کامیون رو بردارن، میبینن که یک موتور سوار زیر این کامیون بزرگه. وقتی موتور سوار رو که میان ببینن کیه، میبینن که یک پسر جوونی رو موتور. وقتی اینو میارن بیرون، میبینن که این سه تا دست داره. یعنی چی؟ یعنی دو تا دست اینطوری، یه دستم توی کاپشنشه. وقتی کاپشن اینو باز میکنن، میبینن دست یک خانومیه که از اینجا قطع کرده به دلیل النگو، نمیدونم و انگشتر و غیره و غیره. و به هر حال بعد میرم میبینم که بله، این موتور سوار زده این دست رو با ساتور قطع کرده و فرار کرده، موقع فرار رفته زیر این کامیون. داستانی که گفتم به یک دلیله. میخوام ببینم که این چه زمینه‌ای رو تو بستر اجتماعی ایجاب میکنه که اون موتور سوار، اون جوان 21 ساله‌ای که این عملو انجام داده، خودش کشته شده، یکی دیگر هم کشته، حالا ما بعد اینو اعدامش بکنیم یا نکنیم؟ حالا سوال بعد اینه، روزنامه نگار وظیفه‌اش و مسئولیتش تنها گزارش اینه یا رسیدن و کنجکاوی کردن و بررسی کردن به بستر اجتماعی که این توش به وجود میاد؟ اون بستر اجتماعی است که در نهایت به دلیل مشکلاتی که مثلا برای جوانهای ما ایجاب شده و به وفور دیده میشه توی زندانها، توی اعدامها. ببینید که اعدامهایی که انجام میشه چقدرش زیر 35 ساله، اکثریت قریب به اتفاقش. حالا چه جرم سیاسی، چه جرم نمیدونم اجتماعی یا اراذل و اوباشی که نام برده میشه. من فقط منظورم مسئولیت و وظیفه در این زمینه بیشتر. شما اون روزنامه‌نگاری که گفتین میخواید باشید خیلی کلی گفتین. شغل ما در زمینه روزنامه‌نگاری، روزنامه‌نگاری هستش که گزارش تهیه میکنه، روزنامه‌نگاری هستش که اینجا به زبان انگلیسی بهش میگن investigative reporter، یعنی میره میگرده دنبال علت،
یکی دیگه هستش که تحلیل میکنه، تحلیل روزنامه‌نگاری است که تحلیل اجتماعی میکنه، یکی است که دیگه روزنامه‌نگاری است که نقد می‌نویسه، اصلا منتقد اجتماعی. اگر که تکلیف خودتون رو معلوم می‌کردید که کدوم یکی از این رشته‌ها می‌خواید برید، راحت‌تر می‌تونستم بهتون بگیم که چه کار می‌تونید بکنید. در حالی که گذشته چون باید برن از کلاس اول شروع کنه. بله. نمی‌دونم که شما هیچ کدومتون می‌خواستید توضیح بدید. سوالی می‌خواستم. بله که سوال بفرمایید شما بچه‌ها. همونطور که دوست عزیزمون اشاره فرمودن، این مسئله سلف دیفنس که در آمریکا سلف دیفنس لا خیلی قانون مهمیه. شما میتونید 100 نفر رو بکشید برای دفاع از خودتون در آمریکا. شما یه قهرمانی، اصلا حتی نمیتونن شما رو دستگیر کنن. این کانفرنتیشن بین یه قاتل یا مقتول باقی مونده عدم توانایی مقتول در دفاع خودش که اعدامش میکنن. یعنی فرض کنید در یک مبارزه، البته مثلا غیر سیاسیه، میتونه اون مقتول قوی تر باشه اینو بکشه، میتونه اینو بکشه. بنابراین یه کاری برای دولت باقی نمونه که بدونه اعدام بکنه، باید میکشته. یعنی در این مبارزه باید میکشته، مثل یه جنگ بوده. این قابل قبول هست یا نه؟ یعنی کسی که حمله میکنه که اون شخص نمیتونه فقط نگاه کنه، اونو اونم باید از اسلحه چیزی از خودش دفاع کنه. در مورد مثلا فرض کنید خانم قاضی، خیلی متاسفانه چنین اتفاقی برای پدرشون افتاده، احتمالاً چنین مبارزی اونجا بوده که پدر شما نتونست از خودش دفاع کنه، درسته؟ من بارها در اخبار امریکا دیدم که یه خانومی 5 نفر با گلوله زده کشته فقط برای اینکه اومدن تو خونش. هیچ یک دقیقه هم نمیتونه دستگیرش کنه ایشونو. خب یک مورد دوم هم که مسئله اعدام در کشورهای اسلامی جزئی از قوانین اون کشور هست. آیا میشه این مسئله رو ایگنور کرد؟ مثلا بگیم که خب شما نباید اعدام بکنید، ولی خب میگه خب طبق قوانین اسلامی ما باید اعدام بکنید. من فکر می‌کنم این بحثی که الان شما باز کردید بحث پنل بعدی است که تحت عنوان، بله تحت عنوانی که تحت قوانین اسلامی آیا می‌شود که اعدام رو منحل کرد یا نه. اجازه بدید که این رو در این مسئله سلف دیفنس که در امریکا سلف دیفنس رو بله هر کدوم از که در کشورهای اروپایی هم شما حق دارید در امریکا 1000 نفر بکشید. نه شما اگر ایران لازم هم حق دارید در دفاع از خودتون طرف رو. شما توی ایران هم حق دارید بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی، حتی همین دیروز شما اگر در دفاع از جان، مال و ناموس خودتون کسی رو به قتل برسونید مجرم نیستید. این قانون خود جمهوری اسلامی هست. ولی مسئله این هستش که توی دادگاه شما چجوری این رو ثابت بکنید که در دفاع از جان، مال یا ناموس خودتون این قتل رو مرتکب شدید. مشکلی که به وجود میاد اونجاست، وگرنه در این زمینه شما اشاره میکنید به قوانین ایران، اینجا جمهوری اسلامی هم صراحتن این قانون رو داره، ولی بحث اثباتش توی دادگاه هست. ضمن این که من این رو باز توضیح بدم، توی بحث دفاع ناموسی مثلا میگم من سرش توی زندان بازجویی شدم، یکی از اتهاماتم بود که از کسی دفاع کرده بودم که در دفاع از ناموس خودش یک کسی رو به قتل رسونده بود. اما مورد دیگه ای که شما اشاره کردید گفتن مال پنل بعدی هست، من یه اشاره کوتاهی میخوام بکنم. اون زبان گفتگو که ما اشاره کردیم توی همین جاست. این که توی ایران یا کشورهای اسلامی، با کشورهای اسلامی دیگه کاری نداریم، ولی این که توی اینها قصاص هست و اعدام توی قوانین هست، ما پله به پله توی سالهای گذشته دیدیم. مگر سنگسار رو نمی گفتن که جزوی از احکام اسلامی هست؟ ولی چرا دیگه سنگسار رو اجرا نمی کنن؟ حالا اگرم صادر بکنن مدت هاست اجرا نمی کنن. کمپین قانون بدون سنگسار خیلی خوب کار کرد، زبان گفتگو با حکومت رو در این زمینه پیدا کرد. نیمد بگه آی تو خونخاری، تو قاتلی، تو وحشی، تو فلانی. اونا می گفتن توی اسلام هست، بچه ها می رفتن سراغ دو تا مرجع تقلید یکم میانه روتر و ازشون سوال می کردن، مصاحبه میگرفتن، میآوردن منتشر میکردن که فلان مرجعی که میگه این توی اسلام هست، این مرجع میگه این توی اسلام نیست، یا این وهن اسلامه به اسلام صدمه میزنه. زبان گفتگو اینه، یعنی شما زبان رو پیدا کردی و تونستی پیش بری. فقط سنگسار نیست، بحث توی قضیه زنان حکومت
به هیچ عنوان کوتاه نمی اومد. مگه بحث دیه یا بحث ارث توی قرآن نیست؟ مگه جزء احکام الهی نیست که جزء قوانینم بود؟ چطور تغییر کرد؟ فعالین جنبش زنان توی ایران زبان گفتگو رو پیدا کردن، شمشیر نکشیدن که آی تو نباید باشی، آی تو خونخاری. خب میگی اون حکومت، خب میدونیم هست، ولی مثلا به من نوعی بیای بگی که مثلا تو خیلی بیریختی، تو خیلی نمیدونم بیشعوری، تو فلانی، ولی مثلا این یه کارم برای من بکن، میگم من خیلی بیریختم، بیشعورم، فلانم، هیچ کاری هم واسه شما نمی کنم. میدونید این شاید مثال به معنی واقعی کلمه نرسونه اصل قضیه رو، ولی وقتی زبان گفتگو رو پیدا میکنی میتونی امیدوار باشی. که خیلی ها اینجا هستن که میگن که باید جمهوری اسلامی بره، خب ولی تا وقتی نرفته تکلیف آدم، حق حیات آدم ها چیه؟ توی این مقطع باید اون زبان گفتگو رو پیدا کنی و درس بگیری از تجربیات کمپین بدون سنگسار، فعالین حقوق زنانی که سر دیه، سر ارث مبارزه کردن و به برابری رسوندن. اونا احکام اسلامی بودن، قصاص هم احکام اسلامیه. ببخشید، خواهش می‌کنم. ببخشید، من یه سوال، نه معذرت می‌خوام، یه سوال دیگه اینجا فقط مونده و وقتم تمومه. خواهش می‌کنم که خیلی کوتاه بفرمایید خانم دکتر ثابتی و هر کدوم از دوستان پنلیست هم که پاسخ میدن خیلی کوتاه. متشکرم. سکر خانم، تقاضا می‌کنم بفهمید شما چون در ایران بودید و خبرنگار داخل ایران هستید و بودید، پرسش من این هستش که به نظر میاد بیشتر بحث ما حداقل در این دو روز غیر از قسمت دو قسمت کوتاه درباره قصاص بوده، حکم قصاص، و نه به طور کلی اعدام ها و خشونت. در باره اعدام و خشونت در مورد اقلیت ها سیاسی، مذهبی، قومی، خبرنگاران در ایران چه می کنند و چه نقشی رو به عهده دارن؟ متشکرم. ببینید، این که بیشتر محور روی قصاص بوده شاید به این دلیل هستش که توی زمینه‌های دیگه حکومت مسئولیت رو خودش پذیرفته، مسئولیت سلب حق حیات و اعدام رو خودش پذیرفته، ولی توی بحث خانواده‌ای که صدمه دیده مسئولیت رو میندازه گردن اون، میگه خب این اگه ببخشه زنده میمونه، اگه نبخشه زنده نمیمونه. برای همین شاید خیلی روی این قضیه قصاص بحث میشه. ولی یه نکته ای که هست جای امیدواری هم داره، سر اقلیت ها و کسانی هستش که سر مسائل سیاسی حکم اعدام میگیرن. جامعه انقدر به آگاهی رسیده در این زمینه. یه بحثی بود میگفتن که خیلی از مردم ایران موافق اعدام هستن، ولی اشاره نمیشه که اینها وقتی پای قصاص به میون میاد موافقن. وقتی شما میای میگی که مثلا موافق هستید با اعدام فعال سیاسی، یعنی اینو باز نمیکنن. نه، مردم موافق نیستن، حتی خود خانواده ها هم شروع میکنن به مبارزه. یعنی خانواده ای که سر مسئله سیاسی فرزندش رو از دست داده، یه عضو خانواده‌اش رو از دست داده، وقتی باهاش صحبت میکنی اولین حرفی که میزنه این هستش که چرخه خشونت نباید ادامه پیدا بکنه و ما نمیخوایم دادرسی عادلانه، نمیخوایم اعدام بشه. جواب شما رو دادن گمان میکنم، گفتن که بله، گفتن که اون مسائل چون شخصی بین انسانهایی، بین ملت ایران و مسئله قصاص، راحت تر میتونن راجبش حرف بزنن تا بخوان چالش بکنن با حکومت. نه سکوت نمی کنن. نه ببینید، وضعیت رسانه ها در ایران دیگه همه آگاه هستن. ما با کوچکترین بهونه‌ای همکاران ما زندان میرن، یا اگه زندان نرفتن تحت فشارهای اقتصادی امنیتی قرار میگیرن، امنیت کاری ندارن، ولی با تمام اینها بار اطلاع رسانی رو دارن انجام میدن. اگر توی رسانه داخل کشور به خاطر خطوط قرمز در موردی که میگید
چیزی پیدا نمی کنید، مطمئن باشید اگر رسانه های خارج از کشور در موردش نوشتن، حاصل زحمات همون بچه های داخل کشوره. اگر من در خارج از کشور میتونم در مورد پرونده‌ای بنویسم، در مورد اقلیت ها بنویسم که حداقل آقای ثابتان اینجا هستن و میتونن حداقل بگن که در مورد خود قضیه بهائیان من چقدر کار کردم، اگر من میتونم این کار رو بکنم، نصف بیشتر تلاش از همکاران داخل کشور منه که نمیتونن با اسم خودشون تو رسانه خودشون بنویسن، اما وظیفه اطلاع رسانیشون رو یک جور دیگه دارن انجام میدن. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. عذر میخوام آقای گوهرزاد، شما یک صحبتی دارین کوتاه مدت؟ من فقط میتونم یه نتیجه گیری کنم. بله نه من میخوام از یک دقیقه وقتم استفاده کنم برای پاسخ. من باور ندارم که زبان گفتگو با حکومت جمهوری اسلامی را میتوان یافت. اون چه که به جمهوری اسلامی را به عقب نشینی در برخی از مواقع وادار کرده زبان گفتگو بوده. جمهوری اسلامی بنا به موقعیت‌های زمانی متفاوت، شرایط جهانی ناگزیر به عقب نشینی کرده، چرا که هر بار که عقب نشینی کرده در محلی دیگر با یک خیزش دیگر در فرصتی دیگر اون عقب نشینی خودش رو جبران کرده. زبان گفتگو با کسانی است که میخواهند تغییر بکنن، میخواهند اصلاح بشن، میخواهند که گفتگو بکنن. حکومتی که بچهای 88 رو، اصلا من بر نمیگردم به دوران ما، روزنامه نگار 88 رو پیش از اینکه به ایران برگرده آقای اژه‌ای میگه ما دادگاهامون رو تشکیل دادیم، پرونده هاتون رو رسیدگی کردیم، یه دیر هم محکوم کردیم. من در پیدا کردن زبان گفتگو با ایشون دچار تردیدم. من سپاسگزارم از کسانی که در این پنل صحبت کردن، آقای دکتر صدرالدین الهی، دکتر سیروس آموزگار، دکتر علیرضا نوری‌زاده، فرشته قاضی و آقای رضا گوهرزاد، و سپاسگزاری از برگزار کنندگان انجمن پژوهشگران ایران برای این پنل و این فرصتی که به بنده دادن که در خدمتتون باشم.